زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود از اورشلیم تا اقصای جهان. زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم. زمان و فصل تازه ملاقات خدا با مردم سرزمینمان رسیده. تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحگری، برادای تسبیح به جای روح کدورت. پس افتادگان برخیزید، اسیران آزاد شوید، مریضان شفا و امیدی تازه بیابید. صلح و سلامتی و امنیت و برکت و شادی و شالوم خدا را بر تک تک مردم سرزمینمان اعلام می کنم به نام عیسی مسیح. آمین. بیا با هم دعا کنیم و پرستش بکنیم و بعدش در این سفره خداوند شریک بشیم، سفره که قرار شفا، قوت، آزادی، سلامتی، خواب و آرام برای توی که ناآرام میخوابی، تشویش داری، برای توی که نگرانی، نگرانت سر سفره بذار و نان سلامتی، نان آرامی، نان شالوم رو بگیر و بخور. ممنونیم خداوند به نام عیسی مسیح که وقتی روح تو سخن میگه نیازهای ما رو تو میدونی، از سراسر دنیا دارن میشنون، نیازهاشون فرق میکنه، اما تو خدایی هستی که با ما مطابق نیازهای فردی مصاحبت میکنی. ممنونیم که خداوند ما رو به فصلهای خودت دعوت کردی و داری ما رو با فصلهای خودت آشنا میکنی. ممنونیم خداوند که با جلجال ما رو شروع میکنی. خداوند حتی با بیت ایل شروع نمیکنی، به ما وعده بدی، در صورتی که گذشته درب و داغونمون همچون کوله باری از سنگ و کلخ روی ما داره سنگینی میکنه. اول شانه های ما رو سبک میکنی، قلب های ما رو شفا میدی، التیام میدی، بارهای سنگین رو بر میداری، گرد و غبارها رو بر میداری، به جای خاکستر تاجی بر سر ما، به جای روح کدورت ردای پرستش رو بر تن ما میکنی. این همون سال یوبیله. اول ما رو این گونه خداوندا تر و تازه میکنی و بعد به ما درباره آینده صحبت می‌کنی. پس به نام عیسی خداوند، آنهایی را که شفا دادی، آنهایی را که ملاقات کردی، آنهایی را که آزاد کردی، کمک کن در این وعده‌هایی که از تو دارن به نام عیسی اریها را بشکافن و عبور کنن، چون که پشت اریها وعده‌ها به انتظار نشسته. خدا می‌خواد یاد بگیری که برای به دست آوردن درست عمل کن. به جنگی اما نه جنگ انسانی، بلکه با قدرت های تاریکی، چرا که دوباره با اریهای روبرو اریهای دیگه روبرو میشی، اما دیگه تاکتیک جنگ و بلدی که چگونه پیروزی بشی و در تمامی جنگ ها سردار لشکر خدا عیسی با توست، در همراه توست. به نام عیسی خداوند میخوام چه که گفته شد در این پیغام سنگین اما در این حال خداوندا پر از مغز، اینو جمع جورش کنی تو ذهن ما. خداوند در این جنگ ها تو هستی که برای ما میجنگی. چشمان ما به آسمانه و همچون خداوندا یهوشافات که اعلام کرد نه قدرت دارم، نه حکمت دارم،
نه توانایی در مقابل ایستادن از این دشمنان عظیم، اما چشمانم را به آسمان می دوزم. خداوند اعلام می کنیم ببخش هر جایی که انسانی جنگیدیم و انسانی عمل کردیم، اما امروز خداوند با قلب کهانت شفاعت می کنیم. تو ملاقات کن. کی؟ نمی دونم. فقط به من میگی برو دور اریها و فقط کرنا برو. چقدر اینقدر بنواز. فروریزنده خداست. اینجاست که ایمان تولید میشه. اولش نمیدونن. دوم، سوم، کسی که دو بار سه بار انجام میده، بار چهارم دوباره مایل انجام بده، این ایمان داره. در غیر صورت وقتی سه بار جواب نده تو ناامید میشی. اما کسی که میره مرحله چهارم و پنجم و ششم، اینجاست که ایمان داره احیا میشه. هر بار که تو در واقع میری جلو، یک بار میچرخی، ایمان تو افزون میشه. بار دوم ایمان تو افزون میشه. بار سوم. چرا؟ کسی که دستاشو به آسمان دراز میکنه خالی بر نمیگرده. خدا ایمان تو رو بلند میکنه و این ایمانه که تو رو از اریها عبور میده. ایمانه که آسمان سوم رو باز میکنه و ایمانه که آسمان دوم رو میبنده و فرو میریزه. و این همون ایمانیه که عبرانیان میگه و اسرائیل به واسطه ایمان دیوارهای اریها را فرو ریختن. و چیزی که در واقع باعث میشه که ما عبور کنیم ایمان ماست. و ایمان ما استراتژی داره. و ایمان من اول از همه دعا میکنه، اول از همه شفاعت میکنه، اول از همه کرنا مینمازد. اما این کرنا، کرنای گله و شکایت نیست، رحمتهای خدا رو طلبیدن تا بیاد و عمل کنه. ممنونم این خدا. پس کمکمون کنه ای خداوند. در این بحران ها، در این تنگی ها کمکمون کنه. در این روبرو شدن با این موانع دنیا که شیطان سر راه ما میذاره کمکمون کنه. به من یاد بده چگونه عبور کنم. حمایتم کن. پشتیبانیم کن. به تو اعتماد میکنم. نمی جنگم. اما خداوند تو برای من بجنگ. با شکرگزاری به نام عیسی می‌طلبم. آمین. بریم سرپا بایستیم با هم دعا کنیم. چی که بوده گذشته،
توبه کردم که ببخشه تو آسمون برام یه جشنه، اگه تو کمکم کن ای پدر، تو نجاتی، تو حیاتی، ای مسیحا، هللویا. صدای کرنای خودتو به بالا ببر، جلال باد بر نام تو. او که برات شرایط عوض میکنه آسمان، هللویا. آمین. از حال تا بر طلا باد، زانوها در نستد شبد، چون بینند جلال و شکوهت، دست ها به سویت گشوده تا ابد تو را ستاید. تو خداوندی، تو خداوندی، تو خداوندی عیسی، تو خداوندی، تو خداوندی. برای کار بی نظیرت، نام تو جلال بیابد از حال تا ابد. آمین. آمین. به نام عیسی دعا میکنم که روح خداوند شما را همچون کاهنی مس بکنه، که آسمان سوم به دعای تو باز بشه، و وقتی دعا میکنی رحمت های خدا و
بر زمینی که خشک و بی‌محصوله جاری بشه، بر هر قلب سختی جاری بشه. روح خداوند تو رو برکت بده و مست بکنه که به قدرت نام عیسی مسیح بشکافی قدرت های تاریکی را. هر روح ترس، ناامیدی و یأس به نام عیسی فرو بریزه. هر چیزی که بر ضد بیت ایل تو و بر ضد جلجال تو تو رو ناامید کرده و خسته کرده به نام عیسی فرو بریزه. خدا ایمان تو رو بلند کنه، ایمانی که اعلام میکنه، ایمانی که پرستش میکنه، ایمانی که نمی جنگه بی خود، ایمانی که اطاعت میکنه، ایمانی که میگه دورش برو نگاه کن چقدر سخته، میبینی چقدر دیوار سخته، میبینی غیر ممکنه، به من ایمان داشته باش. دورش بچرخ تا مطمئن بشی که این غیر ممکنه اما برای من ممکنه. میخوام یاد بگیری که فکر نکنی شانسی اتفاق افتاد، بدونی که این دیوارها را من فرو میریزم و شیطان نمیتونه در مقابل تو بیسته. تو فقط به من اعتماد کن، جنگ از آن خداست، چون که تو اطاعت کردی، چون که تو از بیت ایل حرکت کردی و خدا میخواد آینده تو رو بسازه و شیطان نمیگذاره، میگه اجازه نده که شیطان مانع بشه. به حکمت میدم چگونه مانع ها رو برداری. اجازه نده آینده تو مثل گذشته دوباره بسوزه. اجازه نده این فصلی که با من شروع کردی در جلجال و بیت ایل توی اریها توقف کنه. تو میتونی این دیوارها رو فرو بریزی، اما نه روش های قبلی، نه جنگ های قبلیت، نه با بگو مگو. صدای کرنایی داری با آسمان بلند کن، پرستشی داری با آسمان بلند کن، حمایتی میخوای با آسمان بلند کن. خداست که در اینجا برای تو میجنگه. خدا اریها را به دست تو تسلیم میکنه. ملک او که شیطان زیر پای تو ساییده خواهند شد، قدرت های تاریکی به اشاره انگشت تو دور خواهند شد و مانع ها برطرف خواهند شد. درست عمل کن، خطا نکن. خدا با توست، خدا همراه توست. ای روح خداوند بیا و محض کن، تبدیل کن، آزاد کن، احیا کن، برای عبور از اریهایی که پیش رو اتفاق میافته. مرسی خداوند. ای ابا یهوه که در آسمانی، نام تو مافوق تمامی نام ها در آسمان و زمین و زیر زمین است. دعا میکنم که پادشاهی و جلال و شکوه تو در زندگی من ساکن گردد و اراده نیکو و شالوم تو در قلب و زندگی من انجام شود. مسح روحت را روزانه بر من بیفزا تو در پی قدم های تو راه روم. محتاج تو هم، تشنه حضور تو، بریز بر من قوت روحت را به نام یشوع. آمین. 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 آرامی من، آزادی من، تنها توی صخره محکم، شادی من. آیم به سوی فیضت تا پر کنی مرا از روحت، از حضورت. سزاوار جلال، سزاوار حمد، تنها توی سزاوار زبان من، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، تنها توی سزاوار تمام عشق.
شکافت و بگذرم با روح ایمان، چتر امن در روز تنگی، در تو پناه بجویم از هر درد و سختی. ای پدر نامت مقدس باد، نام تو در وجودم زنم فریاد، تشنه روح تو، چون درختی خشک من تشنه ماس تو. عیسی مسیح خداوند، هر ناامیدی، هر یأس، هر بار تلاش برای فرصت دادنها ناامید کرده، خداوند توی فصل تازه جای ناامیدی نیست. طبیعی انسان با امید زنده است و تلاش میکنه، اما تلاشی که از خداست با تلاشی که از انسانه فرق میکنه. تا الان تلاش انسانی کردی بد نبود، اما میوهی که میخواستی نگرفتی، چون که حمایت خدا رو نداشتی. فقط میخواستی دردی درمان بشه، فقط میخواستی مشکلی حل بشه، فقط میخواستی بیشتر از این مانع نداشته باشی. به خاطر همین یا ناامید شدی یا شروع کردی به جنگیدن. اما خدا میگه نه ناامید باش، نه جنگ بی خود بکن، دعا بکن. اما همچون کاهنی دعا بکن که خدا شرایط رو عوض میکنه. اگر شیطان دیواری رو ساخته فرو بریزه، دروغی رو گفته رسوا بشه، بیماری سده به نام عیسی خودت شکسته بشه، جلوی برکت مالی تو رو گرفته به نام عیسی، نه فقط دروازه ها باز بشه، نهرهای برکت به زندگی جاری بشه. دعا میکنم هر جا که میری مورد احترام و عزت باشی، مورد حرمت و رحمت باشی. دعا میکنم به نام عیسی آنچه که خدا به یوشع گفت، به چپ و راست نگاه نکن، به راهی که به تو میگم برو. خب خدا این راه مشکله، تو پاتو بذار اونجا رو بهت میدم، تو عبور میکنی. یوشع تو میتونی عبور کنی، دخترم پسرم تو میتونی عبور کنی، نترس. من قبلا رئیس این شهر رو و سربازان این شهر رو و این شهر رو قبلا که شیطان و قدرت‌های تاریکی این دنیاست سقوط دادم. الان اجازه میدم تو هم تجربه این فرو نشستن رو ببینی. به تو اقتدار دادم، نذار شیطان جلجال تو رو خراب کنه، نگذار که رویای بیت ایل رو از بین ببره. برو جلو، دعا کن. دعا
دور شرطت بجنگ، بیست و نجنگ، اما دعا کن و دعا کن و دعا کن و شفاعت کن و کهانت کن و من عمل میکنم. ناامید نشو، ایمان باور فتح عریاز. خدا غیر ممکنها رو ممکن میکنه. ممنونم خداوندا که تو در جنگ ها برای ما میجنگی. مرسی خداوند. سردار لشکر خدا عیسی با ماست. در جلو و عقب ما رو احاطه کرده، اما میگه اول تو پرستش کن. زمان جنگ ما میرسه، تو پرستش کن، ببین ما چگونه خواهیم جنگید. ممنونم خداوند. به نام عیسی با شکرگزاری خداوند که تو در این جنگ ها ما را تنها نمیگذاری. ممنونم خداوند. آمین. سرلشکر آسمان، به نام تو، به نام
آمین. آمین. ممنونیم خداوند که به نام عیسی به ما قدرتی دادی، کلیدی به ما دادی، به قدرت نام عیسی، به خون عیسی و کلام شهادت، کلام تو قدرت داره. هللویا. این سه تا اسلحه رو خداوند به ما دادی که فرو بریزن دروغ‌های شیطان، هر دژی که خلاف معرفت عیسی، قلب عیسی، رحمت‌های عیسی قد علم کرده به نام عیسی فرو بریزه. حقیقت ما رو آزاد میکنه، حقیقت تو رو آزاد میکنه. قدرت حقیقت اینه که میشکافه هر دروغ و تاریکی را. هللویا. حقیقتو که بشناسیم آزادی میاریم و اون چیزی که خدا میخواد ما تجربه کنیم به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. میخوام با این سرود هدای قلبی خودمون رو به خداوند بدیم و بعد وارد عشا و شام خداوند بشیم. میپذیرم خداوند. هللویا. آنچه که در جلجال تجربه کردی رو اعلام کن و غیر از جلجال نپذیر. دروغ‌های شیطان رو نپذیر. آجرهای دیوار اریها رو نپذیر. آنچه که جلجال به تو گفت تو هستی، تو آزادی، شرم آر رو برداشت، اعلام کن و بپذیر. آمین. شکرم خداوند به نام عیسی مسیح. برکت بده، برکت دهندگان تو، برکت بده آنانی که به دانه ها میکارن، برکت بده 30 و 60 و 100 بر آن چه که کاشتن. دعا میکنم به نام عیسی از هر دانه ای که میکارن جانی نجات پیدا کنه. دعا میکنم خانواده استوار بشه. دعا میکنم خانواده از پاشیدگی به هم وصل بشه. دعا میکنم خداوند به نام عیسی هر دردی به واسطه این کلام شفا که میره، هللویا، در خانه های مردم، هللویا، شفای تو انتقال پیدا کنه. دعا میکنم هر کوری بینا، هر کری شنوا، هر لنگی خرامان، هر افتاده بلند بشه. و دعا میکنیم به نام عیسی مسیح خداوند برکت ها و رحمت های تو پیش روی عزیزانت باشد. ممنونیم خداوند برای فرصتی که اجازه دادی که در حضور تو باشیم و در شام خداوند شرکت کنیم. ممنونیم خداوند که ما رو به سفره‌ای دعوت کردی که ضیافت آسمانیه.
ممنونیم ای خداوند. امروز سر سفره تو خداوندا ایمان دارم. آنانی که دستشون به سفره دراز میکنن، هللویا، از سفره رحمت تو چیزهایی رو میگیرند که نیاز ایشان است. نیاز تو چیست؟ اگر نان روزانه نیاز داری، این نان برای تو نان روزانه است. از شفا و برکت گرفته تا آرامی و قوت. اگر نیازهای تو افکار و دیگرگونی های توست، خدا هم به واسطه این پیاله و عهد افکار دیگران تو رو آرام کند. آنچه که تو نیاز داری در این سفره هست. با شکرگزاری به نام عیسی. آمین. 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 عزیزان بشینید. میخوایم در این شام خداوند و در سفره خداوند شرکت کنیم. و خواهشی که دارم، عزیزانی که معمولا اولین بار در میان ما هستن، کسی که هنوز مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده نپذیرفتن، به همین دلیل در این سفره خداوند شرکت نکنن. نه اینکه موضوع رحمت‌های خداست، چون کلام خدا میگه که هر کس که به طور ناشایسته در این سفره شرکت کند، خودشو داره محکوم میکنه. میگه سفره عیسی مسیحه که خونشو برای گناهان ما ریخت. تو که قبول نداری هنوز. این سفره خداوندیه که جسم پوشید روی زمین اومد برای گناهان ما مرد. تو اینو که هنوز قبول نداری. پس چیزی که کلام خدا میگه که وقتی من هنوز عیسی را به عنوان نجات دهنده و خداوند که اومد روی زمین جسم پوشید برای گناهان ما مرد و بعد از 3 روز رستاخیز شد و امروز در دست راست خدای پدر، هنوز این مفهوم برای من باز نشده. هنوز اینکه من گناهکارم، بدون نجات عیسی نمیتونم نزد پدر برم. وقتی هنوز این باورها را من ندارم، به خودم مجال بدم، فضا بدم تا وقت و زمان دیگه خداوند قلب منو لمس کنه، در مراسم‌های بعدی، ماه‌های بعدی بتونم شرکت کنم. پس به همین دلیل کسی که هنوز این ایمان به عیسی رو هنوز اعلام نکرده، لطفا سر جاش بشینه. اما بقیه افراد میتونن بیان، نان رو گرفته، پیاله رو بگیرن و بعد بیستن تا همگی با هم شرکت بکنیم. آمین. دوستان جان، خواهش میکنم تشریف بیارید و برای این نان دعا بکنید. شارم خدا من با همه شما عزیزان باشه. قبل از اینکه برای این نان دعا بکنم، یه موضوع تو قلبم بود که باهاتون در میون بگذارم و شکر برای روح خدا که وقتی کار میکنه واقعا به زیبایی تمام. و پیغام امروز که شنیدم، دم چقدر همسو و همراستا با این پیغامی که امروز خداوند با قلبهای شما عزیزان صحبت کرد. خب خداوند تو قلبم گذاشت که خب عده‌ای از عزیزان هستن، فرزند خدا هستن، روح خدا رو دارن، اما شادی تو قلبشون ندارن، یا شاید بعضی وقتا شادی ندارن. به خودشون که میان، خلأهای زیادی وجودشون رو پر کرده، دردها دارن، غمها دارن، رنجها دارن، خیلی جاها کم میارن، صبرشون تموم میشه، امیدشون کم میشه، خیلی جاها میبرن و اون در واقع اون صبر و اون شکیبایی یا خیلی جاها بعد اونجوری که خداوند رو دارن تو زندگیشون، خداوند بعد کار بکنه، یه جاهای کم میارن. و این به خاطر این نیست که روح خدا رو ندارن یا دارن اشتباه میکنن، بلکه این به خاطر اینه که خیلی جاها وقتی فشارها میاد تو زندگی و در واقع ما کم میاریم، وقتی زانوهامو در مقابل خداوند خم نشه و فروتن نشیم و از ثمره روح پر نشیم، زانوهامون جلوی مشکلات و جلوی خلأها زمین میخوره. و
و همونطور که امروز تو پیغام ما شنیدیم، تو جلجال وقتی هستیم، تو مشکلات هستیم، باید این بارها رو بتکنیم. و امروز میخوام همه شما عزیزان رو دعوت بکنم، همه شما عزیزان که تو هر جایی تو زندگیتون چم آوردید و دردها و ناراحتیها و غمها هست و جای شادی رو گرفته، امید رو ازتون گرفته، آرامی رو ازتون گرفته، صبر و بردباری، فروتنی، حتی خیشتنداری رو ازتون گرفته، جایی نمیخواد یک عکس العمل تلخ نشون بدید اما میدید و تلخی وجودتون رو گرفته، بیایم تمام این بارهای گران رو پای صلیب عیسی، چون این سفره سفره عهد خداونده و میخواییم تو این سفره عهد خداوند درست و شایسته وارد بشیم. پس هر جایی که این بارهای گران اومده و شادی و امید رو ازتون دزدیده، بیایم همینجا تو این جلجال که هستیم تمام شونه‌هامون رو بتکنیم، این بارهای گران رو بتکنیم، این غم‌ها، این ناامیدی‌ها، این تلخی‌ها، این یأس‌ها بتکنیم و دعا بکنیم روح خداوند بیاد همین الان تو رو فرا بگیره و ثمره اون پر بکنه تو رو از امید، از محبت، از شادی، از آرامش، از خیشتنداری، از مهربانی، از فروتنی، از بردباری، از صبر و شکیبایی. و هر کجا که تو نیاز داره تو جنگ‌های زندگیت بیستی، پر باشی از حکمت خداوند، از امید و از محبت خداوند و روح خداوند در تو بخرامه به نام عیسی مسیح. خداوند را شکرت میکنیم برای این سفره تو که سفره عهد توست ای خداوند. میخواییم در این عهد تو با وفاداری وارد بشیم، همونطور که تو با ما با وفاداری عمل کردی و میکنی ای خداوند. خداوند این عهد رو به یاد تو، همونطور که تو بدنت رو 2000 سال پیش برای ما دادی و بدن تو پاره شد تا ما درد نکشیم، تا ما رنج نکشیم و خون و آب از اون زخمای تو جاری شد و شفا رو جاری کردی به نام عیسی مسیح خداوند. امروز در این جلجال زندگی غم‌ها و حتی خلأهای زندگی رو میتکنیم و میخواییم با عهد درست خداوند وارد این عهد تو بشیم ای خداوند، و خداوند رو پر بکنی ما را از اون ثمرات نیکوی روح خودت ای خداوند، چون تو روح خودت رو یکسان به همه دادی و روح تو روح وفادار و تغییر ناپذیر، چون تو خدای تغییر ناپذیر هستی. پس به نام عیسی مسیح خداوند با خوردن این نان اعلام میکنم که در بدن تو جا دارم و در تو عهدم رو یک بار دیگه محکم میکنم، با بدن تو که فرزندان تو هستن، با خانواده الهی خودم عهدم رو محکم میکنم و سر سفره تو میشینیم ای خداوند به نام عیسی مسیح، تا روزی که در آسمان خداوند همه فرزندان تو همه با هم سر این سفره خداوند رو این نان و پیاله رو از دستهای مبارک تو دریافت کنیم. پس خداوند شفا و قوت و برکت و شادی و محبت و نیکویی، فروتنی، وفاداری، خیشتنداری، صبر و بردباری و خوشی و آرامی و شادی تو رو همراه خوردن این نان به قلبم و زندگیم و افکار دلم وارد میکنم به نام عیسی مسیح، و این جا به جایی که تو روی صلیب انجام دادی که غمهای ما رو گرفتی و محبت خودت رو، شادی امید خودت رو دادی، در زندگی تو به فراوانی ای فرزند خدا جا بگیره به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. سپاس دارم خداوند به نام عیسی که این پیاله آب انگور سمبل عهدیه که خداوند تو با ما بستی، عهد تازه در خونت. عهد اول ما رو محکوم میکرد، عهد اول ما رو جدا میکرد، عهد اول ما رو به نوعی به دور نگه میداشت، اما عهد دوم، عهد تازه، عهد جدید تو خداوند ما رو به نزدیکی دعوت کرد. عهد اول ما رو راهی جهنم کرد، عهد دوم ما رو روانه بهشت. عهد اول به ما میگفت مزد گناه موته، عهد دوم گفت من برای تو میمیرم که تو نمیری. عهد اول لعنت میآورد و لعنت بدی، عهد دوم لعنت های ما رو بر روی صلیب برداشتی. خداوند تو رو شکر میکنیم که ما رو وارد عهد کردی،
که در این احسر و سر فیضه. ما رو با واسطه خداوندا فیض عظیمت نگاه میکنی، نه به لیاقتمون، نه به شایستگیمون. جایی که میافتیم نگاه نمیکنی، قلب خودت و فیض خودت نگاه میکنی. ممنونیم خداوندا که این پیاری که امروز درون هست خداوندا خون توست و خون توست خداوندا که هللویا غمهای ما رو برمیداره، گناهای ما رو پاک میکنه و به زخمهای تو شفا میابیم. به نام عیسی خداوندا این پیاله رو خداوندا امروز در عهدی تازه، مثل سالگرد ازدواج که نفر دوباره سالگرد ازدواجش رو میگیره، یادآور کاری که قبلا انجام شد، ما یه بار دیگه اعلام میکنیم روزی که به تو ایمان آوردیم، روزی که با تو عهد بستیم، روزی که خداوندمون شدی، نجات دهندمون شدی، سرور آقای ما شدی، ادونای زندگی ما شدی، نجات دهندمون شدی، ولی ما و بزرگتر ما شدی، شفیع ما شدی. خداوند یاد اون روز میافتیم که تو ما رو پذیرفتی، یاد اون روز که گفتی تو فرزند منی، یاد اون روزی که خداوند قدرت های تاریکی رو شکستی، لعنت های ما رو برداشتی و ما رو خداوند که دور بودیم نزدیک خواندی. یاد اون روز میافتیم. امروز خداوند داریم یاد اون روز رو بیاد میاریم و فقط میگیم شکرگزاریم خداوند. مرده بودیم زنده شدیم، دور بودیم نزدیک شدیم، برده بودیم فرزند شدیم، محروم بودیم وارث شدیم. ممنونیم خداوند برای این همه سخاوت آسمان. اجازه میدی در این سفره شرکت کنیم؟ با شکرگزاری به نام عیسی میطلبم. آمین. عزیزان لطفا ردیف به ردیف اول نان رو بگیرید و بعد پیاله. پیاله سمبول خون عیسی. Oh.
ما را پذیرفتی خداوندا بدون اینکه بگی برو عوض شو و بعد بیا. چون اگه میدونستیم عوض بشیم که خطا نمی کردیم. فیضت بود که ما را پذیرفت. آنچه که امروز در دستهای ماست خداوندا محبت توست. عشق و نیکوی و رحمت توست. آنچه که در دستهای ماست سند آزادی ماست. این نان بدن توست، تکه تکه شد تا وقتی میخوریم شفا رو بر تمام قسمت‌های بدنمون تجربه کنیم. این پیاله و آب انگور اجازه میده خداوندا در عهد تو وارد بشیم، عهدی که خداوندا ما رو وارث آسمان میکنه، عهدی که ما رو ارث خداوندا فرزندی میده، عهدی که خداوندا ما رو میپذیره، عهدی که ما رو اهل خانواده میکنه، عهدی که ما رو فرماندهان و پادشاه میکنه، عهدی که خداوندا به واسطه اون شکستنی نیست. ضعف ما عهد تو رو ناقص نمی کنه. تو همچنان بر عهدت وفاداری. ممنونیم خداوندا که با ما مطابق اعمالمون رفتار نمی کنی، وگرنه نمی دانیم چی می شد، بلکه واسطه فیض به ما نگاه می کنی. پس آنچه که در دستهای توست نسخه داروی شفای جسم و جان توست. کسی که در مسیح هست خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چی تازه شد. پس به نام عیسی، تو گفتی شفا نان فرزندانه، پس امروز شفا را خداوندا به واسطه این نان میپذیرم، چرا که در این عهد اجازه ورود دارم. پس با شکرگزاری بر آنانی که دردی دارن اعلام کن، برای هر قسمت از بدنت که درد داره، درون بیرون، از فرق سر تنک پا، از پوستت، از سیستم خونت، از هورمون‌هات، از آلرژی، از پوستت، معده، روده، کبد، کلیه، ریه‌هات، تنفست، حتی کف پات، هر جایی که هست، با خوردن این نان شفای خدا بر تو ساکن شود. و دعا میکنم به واسطه این پیاله خداوند تمام غم‌های تو رو بردارد، نگرانی‌های تو رو بردارد، اندیشه‌های پریشان‌حال تو رو بردارد، کابوس‌های شبانه تو رو بردارد و خوابی آرام و آرامی و شادی خدا بر تو ساکن شود. پس با همین ایمان و با همین دعا این پیاله رو بخورید و بیاشامید و برکت بگیرید. به نام عیسی مسیح. آمین. 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 خداوند تو را شکر می‌کنیم. به نام عیسی مسیح ما را برکت بده و ما را مرخص کن. هفته پر برکتی رو براتون از خداوند می‌طلبم. به نام عیسی مسیح، همونطور که خدا به یوشنگ و قدم‌هایی که بر می‌دارید، هللویا، خدا زمین‌های شما را برکت داد، زمین شما را وسیع کند، شما رو مورد احترام و عزت قرار بده، شفای خدا بر زندگی شما جاری شد، خدا برای شما بجنگد و در کنار خانه شما به فرشتگان عظیمش محافظت کند و امنیت حضرت اعلی رو بر شما ساکن گرداند. دعا میکنم به نام عیسی مسیح، هللویا، دست رو دراز میکنی پر برگرده. رفتنت مبارک، برگشتنت مبارک، میوه بدنت مبارک، شادی خدا بر زندگی شما ساکن شود. دعا میکنم به نام عیسی، اگر در جنگی هستی خداوند جنگو به پیروزی تو تبدیل کند. دعا میکنم به نام عیسی مسیح، سر تو به روغن تطهین، کاسه تو لبریز، نیکویی ها و رحمت های خدا صبحگاهان پیش روی تو باشد و دست دراز کنی و بخوری و بچشی و ببینی که خداوند نیکوست. آمین. آمین. شما رو برکت میدم. تا هفته آینده خدا میسپارمتون. خداحافظ.